خب بریم سراغ مثال هفتم از مبحث اعداد مختلط. و در این مثال به ما گفتن که فرض بکنید که زد شما برابر است با منهای 2 به علاوه 2i. خب چیزی که از ما خواستن اینه که بیا فرم قطبی عدد زد رو در واقع مشخص بکن. من برم یک ریویو بکنم این قضیه رو که آقا اصلا فرم قطبی یک عدد مختلط به چه شکل است. یعنی اگر یک کامپلکس نامبر رو به شما دادن، یه عدد مختلط رو به شما دادن که فرمش در واقع به شکل زد مساوی با x به علاوه i y هست، من چجوری اینو کانورتش بکنم، تبدیل بکنم به سمت چی؟ فرمیشن پولار، یعنی فرمیشن قطبی. به چه شکله؟ بریم ببینیم این به چه شکله. خب من اول میام این عدد کامپلکسی که به من داده شده رو میام در قالب دو محور متعامدی که محور افقیش نمایش دهنده بخش حقیقی یا ریل پارتش و محور قائمش نمایش عدد ایمجینری یا موهومی باشه، ببینم چجوری میتونم توی این قالب در واقع مختصات نشون بدم. خیلی خوب، عدد من چی هست؟ فرض میکنیم که عدد من زد اتفاقا هم تو ناحیه اول باشه. خب ببینیم فرمیشنش به چه شکله. این بخش طبیعتا اگر زد من باشه، این قسمت در واقع ایکس رو نشون میده، این قسمت هم ایگرگ رو، و این قسمت یعنی فاصله نقطه زد تا مبدا رو اسمش رو بذارم آر. آر در واقع چیه؟ در واقع همون اندازه یا نرم زد هست، نرم یا اندازه زد. خب اگه دقت بکنید بر اساس رابطه فیثاغورس، نرم زد برابر است با چی؟ ایکس به توان 2 به علاوه وای به توان 2. خب این که کاملا مشخصه و ما باهاش هیچ مشکلی هم نداریم. اما به عنوان نکته دوم، بخش حقیقی یا بخش ریل زد که در واقع همون x هست برابر است با چی؟ r ضرب در کوسینوس تتا. خب اینم نکته دوم که ما بخش حقیقی رو در واقع تعیین تکلیف کردیم. بخش موهومی به چه شکل میشه؟ موهومی من در واقع y هست دیگه، y من یا imaginary part z من برابر است با r من ضرب در سینوس تتا. اینم بخش موهومی من. اما یه نکته رو یادم رفت بگم، آقا اصلا تتا کجاست؟ تتا اینجاست دیگه. تتا یا بهتر بگیم تانژانت تتا برابر است با ضلع مقابل که ایگرک هست تقسیم بر چی؟ ضلع در واقع مجاور که ایکس هست. این رو هم در نظر داشته باشین که طبیعتا تتای شما برابر است با آرک تانژانت ایگرک ایکسون، که اینم به عنوان نکته چهارم باعثی در نظر بگیریم. یک بار دیگه ریویو میکنم، ما در این نمایش آر یا نرم زد رو تعریف کردیم، برابر بود با در واقع بخش حقیقی به توان 2 بلای بخش موهومی به توان 2. پس نرم زد برابر است با بخش ریل زد به توان 2 بلای بخش ایمجینری زد به توان 2. این یه نکته. بخش حقیقی رو مشخصا به دست آوردیم که گفتیم اگر تتا رو به صورت آرک تانژانت ایگرگ ایکس هم در نظر بگیریم، ایکس یا ریل زد برابر است با چی؟ آر کوسینوس تتا. بخش ایمجینری یا ایگرگش برابر است با آر سینوس تتا. و تتا هم که جلوتر در موردش صحبت کردیم. حالا برگردیم به مثالمون. مثالمون گفته آقا زدت رو مساوی با منهای 2 به علاوه 2i در نظر بگیریم. اجازه بدید من این محورهای متعامد رو دوباره ترسیم بکنم. خیلی خوب، این بخش ریل من، این بخش ایمجینری من، عدد من منهای 2 هست در بخش چی؟ بخش حقیقیش. خب این منهای 2 در بخش موهومی مثبت 2، و اگر دقت بکنید اینا رو به هم دیگه متصل بکنم، نقطه زد من اینجا به دست میاد. میام نقطه زد رو به مبدا وصل میکنم، طبیعتا این زاویه زاویه پی چهارم هست. تتای من کجاست؟ تتای من اینجاست. پس تتای من برابر است با پی منهای پی چهارم که میشه 3π². خب پس اولین نکته، یک، من اومدم تتا رو مساوی با 3π² برای این عدد خودم چی به دست آوردم. این یه نکته. نکته بعدی در واقع نرم زد هست که برابر است با رادیکال x2 به علاوه y2 مساوی است با x من چیه؟ منهای 2 احسن، منهای 2 به توان 2. وای من چیه؟ 2 به توان 2 که میشه رادیکال 4 به علاوه 4 میشه رادیکال 8 که میشه 2 رادیکال 2. خب
پس من تتا و نرم زد رو به دست آوردم. اما یه نکته دقت بکنید، ما داریم در مورد پولار فرم صحبت میکنیم، فرم قطبی. این چیه داستان؟ پولار فرم به این شکل است که اگر زد من برابر با ایکس به علاوه آی وای بشه، مگه جلوتر نگفتم که ایکس من برابر است با آر کوسینوس تتا، وای من هم برابر است با آر سینوس تتا دیگه. خب جایگذاری بکنیم، آر کوسینوس تتا به علاوه آی در آر سینوس تتا، از آر یا نون فاکتور میگیرم، میشه آر در کوسینوس تتا به علاوه آی سینوس تتا. اگر دقت بکنید، من میام حرف اول کوسینوس که سی هست، اینجا که آی هست، و حرف اول سینوس که اس هست رو در واقع بردارم و پیکاپ بکنم، این رو میتونم به شکل آر ضرب در سی آی اس تتا بنویسم، که اگر از فرمول اویلر به خاطر داشته باشین، سی آی اس تتا رو به شکل ای به توان آی تتا نمایش میدیم. به این نمایش میگیم فرم قطبی عدد مختلط. چی؟ مختلط زد. خب مگه من توی اینجا آرم رو به دست نیاوردم دو رادیکال دو؟ خیلی خب. مگه تتام رو در نیاوردم سه پی چهارم؟ اینم خیلی خب. بنابراین فرم پولار عدد زد من که اینجا برابر با منهای دو به علاوه دو آی بود، برابر میشه چی با چی؟ برابر میشه با دو رادیکال دو در ای به توان آی در چی؟ سه پی چهارم و تمام. پس هر موقع از شما گفتن که پولار فرم رو به دست بیارید، شما باید یه تتا و یک آر رو به دست بیارید و در نهایت عدد زد خودتون رو به شکل آر ای به توان آی تتا نمایش بدید و تمام.